سلام خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی، ممنونیم که با ما همراهین. سابسکرایب همین الان، لایک چون باعث میشه این برنامه دیده بشه، دوستانی که مشتاق سینما و تئاتر و تلویزیون هستن به ما بیشتر بپیوندن. امروز با فیلم گدو در خدمتتونیم، کار مهدی جعفری. بله، با دوستان عزیزمون هستیم، کیوان، سوگل، نازگل و سینای عزیز. کار امروز رو دیدیم، کار یدو ساختی مهدی جعفری، که مهدی جعفری که قابها رو خوب میشناسه، فیلم 23 نفر رو فیلم برداری کرده و خودش یک فیلم برداره و کار فیلم برداری رو به مرتضی جعفری سپرده و بقیه موارد رو حالا میریم. ما با یه کارگردانی مواجه هستیم که دوستان تکنیک رو میشناسه و فیلمبرداری رو انجام داده و یک فیلم خیلی خوب از لحاظ من تحویل ما داده. بریم سراغ سینا، از سینا شروع کنیم و به ترتیب سراغ دوستانمون بریم که ببینیم که به کجا رسید. درود، چقدر خوشحال شدم که توی صدا و سیما بالاخره به ما که این وریم هم یه ذره رسیدن و یه ذره فیلم ها رو به موقع تر دیدیم، چون همیشه ما این مشکل اینجا داریم که خیلی دیر فیلم های جشنواره ای و این ماجرا رو میبینیم و دیروز و امروز دوتا روز خوب بود. هم دیروز روزمون رو خوب با تک انداز شروع کردیم، هم امروز با یدو. من یدو یه فیلم آبادانی بود، من اینو میتونم تایید کنم، به جز لحجه خانم پسیانی که یه ذره آبادانی نبود، یه ذره که اصلا آبادانی نبود به جز دو تا لفظ کوچیک، فیلم آبادانی بود، حسال آبادانو داشت. اصلا اون تیکی رفتن بریم رفتن پالایشگاه، اصلا منو برد، منم برای همین عینک ریبنم و از غلاف آزاد کردم و با عینک ریبن اومدم پیشتون. آره خوب بود، حالا میرم راجب جزئیاتش صحبت میکنم، ولی همون که گفتی آقای جعفری با 23 نفر فکر کنم فیلم برداری به وقت شام هم همکاری داشتن توش، تا جایی که من خاطرم هست، و چقدر اون اثرم فیلم برداریش خوبه و آره دوربین و قاب بندی خوبه. حالا چقدر به اثر کمک کرده چقدر نکرده رو یه ذره تکنیکی یه کوچولو راجبش حرف میزنیم، با اینکه من دوست ندارم خیلی تکنیکی حرف بزنم به خاطر اینکه اون نیست، ما بیشتر میایم نظرمونو میگیم نه نقد شدید، ولی یه ذره راجبه تو این راجبش میرم. حالا الان سلام علیکم دوستانم بشنویم. آره میشنویم سینا، ما از لحاظ تکنیکی تو سینما ایران یه ذره فقیریم، خب، و دقیقا میریم یه کاری رو انجام میدیم که اگر تکنیک بود میتونست خیلی بیشتر به ما کمک کنه. آفر، همون تکنیک در خدمت فیلم منظورم دیگه، حالا چقدر در تکنیکی که استفاده کردیم در خدمت فیلم و چقدر در خدمت فیلم نیست، حالا یه ذره میریم توش در یه کوچولو واردش میشیم. حالا نظر دوستانم بشنویم، چون اگه بخوایم بریم تو اون بحث طولانی میشه. بسیار خوب، بریم صحبت کیوان رو بشنویم. کیوان، من یه نکته رو بگم قبل از اینکه تو شروع بکنی، این که کیوان چون با نمادها خیلی سر و کار داره، نمادهای فیلم رو بذاریم آخر سر یه 10 دقیقه در موردش صحبت بکنیم، فعلا تو روند فیلم بریم، چون کیوان خیلی نمادبازه تو فیلم ها، چون فیلمم سرشار از نمادها بود. کیوان جان بفرمایید. سلام خدمت همه دوستان، مرسی که ما رو دنبال میکنید، امیدوارم که همه خوب باشین. فیلم خیلی فیلم خوبی بود، من این فیلمو نسبت به فیلم دیروز خیلی بیشتر دوست داشتم، یعنی فیلم دیروز بعد جاش منو اذیت کرد، ولی این فیلمو واقعا دوست داشتم، لذت بردم ازش. واقعا مهدی جعفری بود دیگه کارگردان، درسته؟ درست میگی. مهدی جعفری نشون داد که واقعا خوب قاب‌ها رو میشناسه، همین حرفی که هم تو هم سینا زدین، خیلی قشنگ فیلم برداری کرد. ما از همون اول که فیلم شروع شد تو همون 10 دقیقه 20 دقیقه اول به نظر من
سیمرغ رو گرفت دیگه، همون 10 دقیقه 20 دقیقه اول دیگه سیمرغ رو گرفت. فوق‌العاده بود، من خیلی لذت بردم از فیلم برداریش. موسیقی خیلی قشنگ بامداد افشار که ما تو قورباغه بارها در موردش حرف زدیم، موسیقیش هم خیلی عالی بود، به نظر من خیلی قشنگ نشسته بود رو فیلم، فوق‌العاده بود. و بازیگری ها هم که من ستاره پسیانی و خیلی بازیگریش رو دوست ندارم، ولی تو این فیلم واقعا خوب بود، تو این فیلم واقعا خوب بازی کرد. وگرنه من بازیگری ستاره پسیانی تو حالا این چند تا فیلمی که ازش دیدم واقعا خیلی دوست نداشتم. و یدو چقدر خوب بود، فوق‌العاده بود، فوق‌العاده بود یدو. من لذت بردم از بازیش، با وجود اینکه یه نابازیگر نوجوان بود ولی خیلی قشنگ بازی کرد. و اینم نشون دهنده کار خوب مهدی جعفریه. در کل فیلم خیلی فیلم خوبه، من واقعا لذت بردم از دیدنش. فیلم برداری مشترک بود نه با یه فیلم دیگه آقای نجفی، بکنم فیلم برداری با فیلم چه فیلم با یه فیلم دیگه مشترک هم به خاطر دو فیلم برد کنم فیلم برداری و آقای نجفی. آره فکر کنم آقای نجفی چیز میکنیم، اونم نگاه میکنیم بهتون میگیم که چجوریه. سیمرغ بلورین 38مین جشنواره که برده فیلم تومان. آره برای این برای یدو هم روشن روشن و یدو. آره روشن و یدو. خب من تلفظ بازیگر چیزو نمیدونم، سیلاوی بود، میلاد سیلاوی درسته، سویلاوی یه همچین تلفظی داره بچه‌ای که سینا تو فکر کنم جنوبی‌ها رو می‌شناسی. آره زر... سویلایی فکر کنم باشه ولی سویلایی بوده می‌کنم. آره میلاد سویلایی بشنویم صحبت‌های نازگل رو. یا سویلایی هم میگن، ببخشید سویلایی شد. آره فکر کنم سویلایی تلفظ صحیح‌تری باشه الان که گفتم یه دفعه تو ذهنم. آره بفهم. سلام، من نازگل عسکری هستم، خیلی خوشحالم در خدمتتونم به جای دوست عزیزم سوگل که خیلی هم مهدی اصرار داشت دعوتش کنه ولی نپذیرفت بیاد پیش شما امروز. و اینکه چقدر فیلم خوبی دیدیم امروز، با اینکه فیلم پر از درد بود واقعا برای من خیلی زیاد، ولی خیلی فیلم خوبی بود و واقعا به نظرم حقش بود که جایزه بهترین فیلم رو بگیره توی جشنواره. و فکر میکنم آقای جعفری خیلی خوب بلدن از نابازیگرها بازی خوب بگیرن، به خاطر اینکه 23 نفر هم دقیقا همین کارو کردن، کلی نوجوون نابازیگر آورده بودن برای بازیشون و اون هم خیلی فیلم خوبی بود. توی این کار هم خیلی کار خوبی کردن که تمام این بچه ها لهجه های بانمک آبادانی و چون خود اون بچه های محلی بودن خیلی قشنگتر تونستن در بیارن. در خصوص بازی ستاره پسیانی هم، من همیشه تصورم اینه که ستاره پسیانی اونقدی که توی تئاتر خفن دیده میشه بازیش، نمیدونم چرا توی دوربین خیلی در نمیاد این اتفاق. و موافقم با کیوان که معمولا یه جاهایی مثلا ستاره کمتر دیده میشه، ولی من که ازش تئاترای زیادی دیدم میدونم چقدر توامنده روی صحنه تئاتر. و خب این اتفاق افتاده دیگه. فیلمبرداریش هم که شاهکار بود واقعا. خب وقتی کارگردان کار مدیر فیلمبرداری کل فیلم خفن بوده، اصلا چیز عجیبی نیست که فیلمبرداری این کار هم خیلی خوب باشه. و بامداد افشار چک کرد با ما واقعا. خیلی خوب بود موسیقی. خب بچه‌ها این فیلم تو بخش جلوه های ویژه باز هم دست دوستمون آقای کرمیان بوده و اونجا حالا حرفی باسه گفتن داشته. یه نکته که از سینا شروع میخواییم بکنیم که سینا خیلی تاکید داشت بهترین صدا برداری و بهترین صدا گذاری. آره برنده سیمرغ بلورین شده. حالا دیروز سینا میگفتش که ببینیم که ببینیم چرا این گرفته. حالا نظر داشتی قبل اینکه صحبت کردیم گفتی اینا مساوی باشن، حالا بهتر یکی این میگرفت. نظرم آره نمیدونم چرا من آخه من میگم اون فیلمی که توی جبهه ضبط شده با فیلمی که توی شهر جنگی ضبط شده متفاوته. همون 10-15 دقیقه اولی که کیوانم میگه اصلا واقعا صدا فوق‌العاده بود، یعنی موسیقی به جا میومد، کمپاره به جا بود و این خیلی ملو در اومد، خیلی طبیعی بود. یعنی وقتی داشتی مثلا حد من یه سکانسی داشتم میافتم بازارچه و بعدش مثلا یه صدای تق تق میاد مثلا بم، اصلا صداهاش خوب بود، من اینو قبول دارم خیلی خوب. ولی به نظرم توی فیلم جنگی یه ذره حیف بود که تیرانداز یه دونه صدا هم نبرد. یعنی به نظرم میتونستن صداگذاری و اینو یه ذره به نظر من مساوی بود. به نظر من خیلی تصمیم سختی بود. میگم باز من متخصص صدا نیستم و خیلی نمیتونم بگم. و فیلم داخل تلویزیون
خیلی معمولی و با هیچ چیز خاصی گوش ندادم که بدونم آیا مثلا ریزه کاریاش در چه حد بوده، ولی میتونم بگم که آقا صدای اینم خیلی خیلی خوب بود، اگر بهتر نبود بدتر از تکتیر انداز اصلا نبود، ولی میتونستن تکتیر اندازم حالا دیپلم افتخار بهش بدن واسه صدای کاری بکنن، ولی نه خوب بود صداش. من خیلی مخالف اینی که میگم چون من حرفه این کار نیستم نمیتونم، ولی به عنوان بیننده خیلی چیزی نبود که ناراحتم کنه چرا به تکتیر انداز نداد. آخه جالبه که هم بهترین صدا برداری رو یادو برده، هم بهترین صدا گذاری هر دو تا فیلد رو برده، یکیشو بعد به نظر من به نظر صدا گذاری رو میتونستن بدن به تکتیر انداز و صدا برداری بدن. یه کوچولو بهتر بود با توجه به شرایط جنگی و جبهه و اینها، طبیعی تر در اومده بود. آره. اون خیلی اون کار سخت‌تریه، ولی این یه دست‌تره. یعنی چی میگم؟ حالا این خیلی برای منی که کار صدا برداری و صدا گذاری نکردم، برام سخته که بدونم این یه دست بودنه که داخل یدو دیدیم چقدرش به خاطر شرایط فیلم بوده و چقدرش تکنیک و کار بوده. میدونی چی میگم؟ ولی توی تکتیر انداز به خاطر اینکه فیلم های جنگی زیادتر حالا تو اون شرایط بودیم، احساس میشد که صداش قوی تره. من احساس میکردم صداش یه قدم از صدای فیلم جنگی ها جلوتره. خب بسیار من این حس رو داشتم تو وسط فیلم یدو، احساس میکنم یک کم صدا بمه، نمیدونم چرا، حالا از قصد این کار کرده بودن یا من داشتم سیستم ما مشکلی داشت که من بم میشنیدم صدا. دالبی سورانت بوده. خب دالبی سورانت وقتی که میاد تو استدیو، شما چند تا لاین رو از دست میدی از لحاظ تکنیکی؟ 5 تا لاین داری. وقتی میاد تو استدیو 2 تا لاین داری، تو 2 3 تا لاین رو از دست میدی. برای همین یه ذره نباید انتظار تلویزیون رو از این فیلم داشت که بخواد مثلا با صدای خوب ببینی. اینو باید در سینما ببینی یا حتما دالبی سورانت در یک سیستم خوب تو هدفون خوبم حتی به نظر من جواب نمیده، چون تو دو سه تا خوب در نمیاد. آره دقیقاً. حالا در مورد مرتضی نجفی هم که سیمرغ بلورین رو گرفته بهترین فیلم برداری، آیا اینو بگیم بچه‌ها بعد بریم سراغ کیوان که از داستان شروع کنیم به ترتیب بیایم، فکر میکنید به خاطر مهدی جعفری که قاب‌ها رو خوب میشناخته کمکی بر مرتضی نجفی بوده که یا نه مرتضی نجفی خودش اصلا سری تو سرا داره؟ ببین خب قطعا که ایشون توی رزومه کارشون وقتی نگاه کنی که چه فیلم های خوبی رو کار کرده، قطعا خودش به عنوان یک فیلم بردار خوبی بوده. همزمان هم دوتا سیمرغ گرفته خب تو فیلم دومش که قطعا آقای جعفری کمکی بهشون نکرده و نشون میده خودش هم قدرتمند هستش. ولی وقتی که کارگردانی که میدونه دقیقا چی میخواد بسازه و قبل از همه عوامل به نظرم پلان ها رو توی ذهنش چیده راهنمایی بکنه، خب این پلان ها خیلی قشنگتر توی قاب دوربین در میاد. من این چرخش روزها رو خیلی دوست داشتم که با دوربین میچرخید و نشون میداد روزها داره میگذره و چه اتفاقی میفته. حالا میریم تو قسمت اسپول دقیق‌تر راجع به صحبت میکنیم. به نظرم خیلی خوب در اومد، در کنار هم دیگه و مکمل هم دیگه خیلی چیز خوبی در اومده بودن. میخوای کیوان تو بگو بعد من یک کوچولو اینو فیلم برداری یه ذره روش وایسیم، یه کوچولو بذار کیوان بگه بعد آرس کیوانم نظرشو بدونیم بعدش میریم اسپویل اعلام کنیم. ببین من فیلم برداری رو واقعا دوست داشتم. خب یعنی به نظر من فیلم اصلا دوربین همراه یدو بود. خب یعنی کامل اون صحنه هایی که اولا که یه نکته خیلی مهم اشاره کنم، چقدر قشنگ خونه رو به ما نشون میداد. خب یعنی جغرافیای خونه رو، جغرافیای کوچه رو، جغرافیای شهر رو کامل به ما نشون میداد. خب این نشون میده که خیلی قشنگ هم مرتضی نجفی هم مهدی جعفری جفتشون خیلی قشنگ جغرافیا رو به ما نشون داده بودن، یعنی هم کارگردان هم فیلم بردار. یعنی اونجایی که میرفت تو کوچه تو کامل متوجه می‌شدی از این در میاد بیرون میره اون خونه روبروی میشه، مثلا خونه حالا اون صاحب خونه‌شون بود، نمی‌دونم حالا فکر کنم صاحب خونه‌شون بود، میره اون صاحب خونه‌شون، بعد تو خونه قشنگ میچرخید، اون آشپزخونه رو نشون میداد، اتاق‌ها رو نشون میداد، اونجایی که یدو درستش کرده بود که بره توش اونجا رو نشون میداد، اون دالونه رو نشون میداد میرفت، اصلا فوق‌العاده بود به نظر من. من خیلی لذت بودم از این بعدش، یکی دو تا سکانسش که اصلا فوق‌العاده بود. من فیلم بعد به خاطر این بود تو همون اولا هم که میدیدیم من هی تو گروه داشتم پیام میفرستم که چقدر فیلم برداریش خوبه. یه جا که اینجوری قشنگ رفت دنبال یدو و یه کوچولو رفت تو دیوار و بعدش رفت تو دالونه و رفت، اصلا فوق‌العاده بود. من فیلم بعدش رو خیلی دوست داشتم
واقعا لذت بردم. یه جورایی تا یه کم یه کوچولو من یاد فیلم برداری 1917 میندام، حالا اون که اصلا یه چیز خفن بود، ولی یه کوچولو اینجوری چشات اینجوری نکن، میدونم که اونو خیلی دوست داری، من نمیگم کامل مثل اون بود، ولی یه کوچولو اون حرکت دوربین با خود شخصیت ها خیلی قشنگ بود و منو یاد اون چند تا سکانس اولیه 1917 میندام. من اگه بخوام در مورد فیلم برداری، من کاملا با فیلم برداری موافقم، به نظر من کامل حقش بوده که سیمرغ بلورین بگیره، حالا هم به خاطر حالا من روشن رو ندیدم فیلم روشن، ولی به خاطر این فیلم به نظر من حقش بوده و خیلی قشنگ به نظر من اینا رو درست کرده بودن. حالا در مثلا یه سکانس دیگه که خیلی قشنگ بود، من اینم بگم، با نازگل هم داشتیم حرف می‌زدیم، اون ببین چقدر قشنگ اینا رو درست کرده، اون عشق بین یدو و اون دختر همسایه‌شون تو یک لحظه، یعنی تو یک لحظه نشون داد، تو کامل متوجه شدی، اصلا نمیخواد دیالوگی برقرار بشه، نمیخواد چیزی بر... اصلا هیچی، تو تو یک نگاه این به اون کامل متوجه شدی که این دوتا یه احساسی بینشون هست و خیلی قشنگ هم مهدی جعفری هم مرتضی نجفی رو خیلی قشنگ نشون داده بودن. بنابراین به خاطر این حالا چند تا نکته دیگه ریز داره که حالا بذار سینا اشاره کنه، نقطه‌ای که بهش داره حالا در موردش، به خاطر اینها من میگم خیلی خوب. ما بحث فیلمبرداری بکنیم، بحث فیلمبرداری بکنیم، بعد اسپویل اعلام کنیم، میریم تو داستان. بفرمایید. میخوای یه اسپویل اعلام کنی؟ چون من یه ذره باید برم. اوکی. اوکی. پس یه فاصله میگیریم دوستان، از این به بعد اسپویل فیلم و فیلم لو میره. اگر فیلمو ندیدید برید ببینید، بعد بیاد از این به بعد ببینید. ممنونم از لطفتون. میریم و برمیگردیم. سلام مجدد دوستان، اسپویل رو اعلام کردیم، از این به بعد اگه ندیدید ادامه ندین، برین فیلمو ببینین بعد برگردین از اینجا. ما تو قسمت دیسکریپشن تایمش هم اعلام میکنیم که شما دچار مشکل نشید. بفهمید سینا در مورد فیلم برداری میخواست صحبت کنه. آره. ادامه فیلم و داستان. نکته خیلی قشنگی گفتم. ببین من یه چیزی که حالا نگفتیم، نکته همون استخره بود، خب که چقدر اون استخره قشنگ در اومده بود و اصلا چقدر اون دوربینه قشنگ بود، اینی که میگی جغرافیای فوق‌العاده زیرکانه بود. من یه ذره این بحث مثل بحث شخصیت و بازیگری یه ذره میشه که چقدر کارگردان چقدر فیلمبردار، خب که برای من تایید کردم که به نظرم خود کارگردان دخیل بوده در فیلمبرداری، چون یه سری از بابا قاوایه که میخواسته. ببین این استخره برمیگرده به سکانس آخر فیلم دیگه، که منی که انقدر اون استخره روم تاثیر گذاشت، اون سکانس استخره وقتی پرید گفتم این شنا بلد نیست، یعنی بلافاصله کلیک زدم که آقا این شنا بلد نیست، میدونی چی میگم، و الان غرق نشه بمیره، که حالا اونم به شخصیت پردازی فیلم میرسیم که چقدر خوبه. خب و اون سکانس لیلا آفرین که خیلی قشنگ گفتی، من واقعا میخواستم اینو 100% بگم که چقدر قشنگ اصلا اون روبروی هم قرار گرفتنشون یه چیز محشر از نظر فیلمبرداری بود، چون ما با اینکه اصلا اسم دختران هم زیاد نمی، اصلا به زور شنیدیم، زیمیرا شنیدیم، ولی همون لحظه که دیدش گفتیم آقا، بعد رفت اونجا دید دخترم اسمشو می نوشته و یه سری چیزای میدونی، خیلی فیلم خوبی بود. ولی حالا من با یه سری چیزای فیلم هم حالا میام راجع صحبت بکنم که به نظرم تکنیکش و اینا چقدر مفید بود، ولی خیلی خیلی زیاد اگه بخوایم روی فیلم برداری بمونیم، 15 دقیقه اول فیلم کل فیلم برداریش یه کلاس بود به نظر من، شاید تا 20 دقیقه یه ذره، شاید حتی بعدی که اونا رفتن هنوز یه ذره خوب بود، وقتی که اون خانواده نرگس خانم اینا رفتن هنوز خوب بود، یه سری جاها ولی لطمه میزد به داستان یه ذره. نکن من یه سری جاهاشو دوست نداشتم فیلم برداری، به خاطر اینکه به نظرم زیاد از حد باعث میشد که از ما یه ذره بکشیم از داستان، میکشید منو بیرون. خب من سکانسی که یه ذره نمیدونم چجوری توضیح بدم، یه ذره تکنیکایی که الان کیوان گفت که آقا یه دفعه میرفت و میومد و سیاه میشد این چیزا، اینجوری منو از اصل ماجرا دور میکنه، میدونی؟ من دوست دارم یک کوچولو نمیگم ایراد فیلم برداری نیست، ایراد شاید یکم کارگردانیه و شاید یه ذره به رخ کشیدن میشه، میدونی چی میگم؟ من اینجوری که میشه به رخ کشیدن تکنیک مشکل دارم با تکنیک تو فیلم برداری، مخصوصا تو فیلم برداری، به خاطر اینکه بعضی جا ممکنه باعث بشه که تو از اون فضا کنده شی، میدونی؟ مثلا من میگم قورباغه فیلم برداریش خوبه،
میچرخه دوربین و اینا، حالا دوباره به خاطر اینکه خیلی راجعش حرف زدیم میگم، هیچ وقت تو رو پرت نمیکنه بیرون از داستان که مثلا فقط نشون بده، حتی وقتی داره میچرخه که سرگیجه میگیری تو قسمت 4 یا 5 بود که رامینو مثال میذاریم همیشه، تو هنوز با اونی و اون احساس سرگیجه بهت کمک میکنه تو فیلم. خب این یه سری جاش کمک نمیکرد به فیلم. خب یه سری جاش الان اشاره کردم که چقدر حتی اون استخره چقدر تو ته داستان به اون کمک کرد، که ما اگه اون استخره رو یه چیز معمولی میدیدیم بد میشد. حالا یه ذره ببینیم تو داستان شاید این نکات بیشتر شاید به ذهن شما بیاد، من اصلا نمیگم بده ها، من دارم میگم که زیادی تکنیک، اینو خواستم بگم اینجا بخاطر اینکه بهترین جا واسش اینجاست، یه زیادی تکنیک نشون دادن بعضی جا ممکنه صدمه بزنه. تو جلوه‌های ویژه هست این موضوع، توی اکثر چیزای بصری هست، تو چیزای صوتی هم هست ولی صوتی کمتر ما متوجه میشیم، تو همه فاکتورهای بصری فیلم این خطر همیشه هست که بعضی وقتا زیاد از حد یه چیزی رو بولد کنی، زیاد از حد فانتزی کار کنی یا عجیب غریب کار کنی، ممکن یه لحظه من بگم آقا این دیگه دارم فیلم میبینم و یادم بیاد دارم فیلم میبینم، یعنی اون دنیا رو منو بندازی بیرون. یک کم این جاها یه سری جاها داشت، حالا نمیدونم که اون موافق یا مخالف، ولی خب حالا ببینم نظرت جالب، برای می گفتم بذارم بعد حرفتو بگم که حرف اصلی تو زده باشی بعد کیوان تو بگو کیوان تا من بعد بگم بعد میریم نازکو بگو کیوان. آره ببین حرف سینا رو کاملا قبول دارم. خب یعنی یه جاهایی انقدر فیلم برداری سرتر از داستان میشد، دقیقا راست میگه که ما انگار فقط داشتیم فیلم من خودم یکی اونجا فقط داشتم فیلم برداری دقت میکردم، یعنی اصلا دقت نمیکردم که یادو داره چیکار میکنه، مادرشون داره چیکار میکنه، اون بچه‌ها دارن چیکار میکنن. و این آره راست میگه، اینجا رو قبول دارم. مثلا من الان فیلم 1917 رو مثال میزنیم، انقدر فیلم برداری اون فیلم منو تحت تاثیر قرار داد که اصلا داستانش برام مهم نبود، من فقط داشتم فیلم برداری رو نگاه میکردم. راست میگه، بعضی جاها واقعا انقدر تکنیکی کار کردن میبینی به داستان لطمه میزنه، ولی خب ببین تو 10-15 دقیقه اول زیاد اینجوری بود و بعدش دیگه کاملا نرمال شد و دیگه ما رفتیم تو داستان. میدونی تو اون 10-15 دقیقه اول بود که زیاد این تکنیک ها توش بود، ولی بعدش دیگه کم کم ملوتر شد و دیگه ما رفتیم. یه جای دیگه که خیلی قشنگ بود به نظر من دوربین، اونجایی بود که اون دوزه اومد تو اون خونه خرابه، یدو بالا بود و مادرش پایین بود، اون فیلم برداری هم فوق‌العاده بود، یعنی فوق‌العاده بود، اون که اصلا یدو رو داشت توی موضع بالاتر نشون میداد و مادرش توی موضع پایین‌تر، و اونجا بود که دیگه یه جورایی اون تحول یدو شکل گرفت. چون اگه بخوام در مورد شخصیت یدو حرف بزنم، حالا میریم در مورد شرط میزنیم که تحول یدو از عشق به اون دختر که هی میخواستم بره، یهو به عشق به وطن و اون شهره رسید، و اون تحول چقدر قشنگ شکل گرفت تا آخر داستان. یدو رو بذاریم کامل یدو رو جدا بگیم. آره آره بعد تو خارج فیلم برداری حرف بزنن، چون خارج آره فیلم برداری اون آره میخوام فیلم برداری بگم که اونجا کاملا از اونجا بود دیگه، یعنی از اون سکانس شب، هر سکانسی تو شب گرفته بود عالی بود، یعنی همه سکانس آره شب بود قشنگ، یعنی اون حس شب رو داشتی، موقع خوابیده بودن، موقعی که فلان بودن، نمیگم فیلم برداری روزش ضعیف بود ولی فیلم برداری شبش به وضوح قوی بود، یعنی فیلم برداری دقیقا. یعنی اینی که میگیم کارگردان چقدر کمک میکنه، چون حتی دقیقا. من یه سکانسی هم که خواستم اشاره کنم، سکانس خمپاره هم خیلی به نظر من استرس، اونم به خاطر موسیقی خوبش و حتی حالا یه ذره فیلم برداری تکنیک اینا. من الان یه دفعه ذهنم اومد گفتم آره ببخش مهدی جان، اصلا یهو دوربینه رو آورد بالا، دوربینه رو آورد یهو جاب از زیرش آورد، آره اصلا آره. خیلی خیلی قشنگ. ببین من میگم حالا کارگردان همیشه که نه، ولی تو خیلی از فیلم ها نمونه بارده شما اشاره کنم، فیلم جاذبه بود، جاذبه در واقع چیز بود، کارگردانش آلفونسو کوارون که کارگردان مکزیکی هست، آخه اونم خودش فیلم بردار بوده قبلا، یعنی فیلم بردار بوده و حالا الان کارگردان شده، اونم خیلی قشنگ، یعنی خودش قشنگ میرفت زوایای دوربینه با فیلم برداری میگفت اینجا رو اینجوری بگیری بهتره، قطعا اینم تاثیر داشت. جلوه ویژه‌اش اون خیلی کمک کرد به خیلی جاذبه رو مثال زدی خیلی. حالا میخواستم دقیقا یه مسئله ای رو مثال بزنم که الان میریم سراغ نازگل. نازگل من این کوچیکو بدم بعد میدم دست نازگل. جاذبه رو مثال زدی، جاذبه تو چه فضایی فیلم برداری میکرد؟ فضایی که مشابه بود با زمانی که یدو با مادرش در داخل اون قبرستون رفتن توی اون چالهه داریم،
ولی ما میگم ضعف تکنیک داریم چون فیلم برداری 15 دقیقه اول ما رو قشنگ کشوند و ما رو یه جوری بعد متصل به داستان کرد که تو دیگه روند رو بعد میرفتی جلو، یعنی تو رو از فیلم نکند. ولی به نظر من نقطه فرود فیلم دقیقاً، یعنی افت فیلم دقیقاً زمانی بود که این دو نفر تو چاله بودن و میخواست نقطه عطف فیلمو نشون بده و بگه که اینجا چه تصمیم بزرگی داره گرفته میشه و مادره میخواست تصمیم بزرگی بگیره. توی اون فضا نسبت به اون فیلم جاذبه بخوای حساب بکنی، فیلم برداری بسیار بدی بود که قهرمان داستان رو اصلا نتونست معرفی کنه و اون نقطه عطف رو نتونست به ما معرفی بکنه و ما فقط توی دیالوگ متوجه شدیم که اینجا قرار یه اتفاق بزرگی بیفته. حالا با اینم داشته باشیم بریم سراغ نازگل. ببینید من میگم دو تا جای این اتفاق افتاد، تیکه خونخاره یادی چیز بود تکنیکی بود، ولی این تیکه قشنگ من کاملا باهات موافقم بخاطر اینکه منم اون حسو اصلا نگرفتم که نقطه عطفه که باید باشه. ببخشید نازگل چون کشیدش، یعنی نقطه عطف رو از جایی که یدو به مامانش گفت بچه‌های همسن من دارن میجنگن، که مامانه تازه به خودش اومد که داره درگیر یه مسئله بدتری میشه و اون که نشسته بود لب حوض و تنهایی داشت فکر میکرد که حالا باید چیکار کنه که پاشد رفت، به نظرم عطف اولیه داستان بود که ما فهمیدیم مامانه یه تصمیمی گرفته که چادر رو سر کرد از خونه زد بیرون. مادری که اصلا خونه نمیرفت بیرون، همه کارها رو میداد گدو بره بیرون انجام بده و به خاطر میشد اونجا خیلی براتون حسش در نیامده. راجب فیلم برداری فکر کنم که از نقاطی که احتمالا سینا رو اذیت کرده باشه این چرخش روزا، تیکه‌ای که تار میشد که یه ذره کم میکرد از اون حس خوشایندی که داری. تکنیکای خوبیه، من نمیخوام بگم تکنیکش بده، ببین تکنیکای خوبیه ولی زیادی یادت میاره فیلم داری میبینی و چقدر به داستان کمک میکنه، چقدر میدونی اگه به داستان خیلی کمک کنه میگی خوبه، ولی اگه فقط میچرخید اوکی بود. من با تار شدنش منم گفتم خب چرا داره این کارو با همون میکنه، این داره میچرخه و من میفهمم تو روزا رو داری میری جلو. و تو قسمت خمپاره دقیقا مستقیم فیلم برداری کردنش نشونم داد که یدو تو خطره و اومده نشسته کنجکاوی کنه ببینه چه اتفاقی داره میافته. فقط همینو میخواستم بگم تیکه یک اذیت کرد، ولی من سکانس پالایشگاهو خیلی دوست داشتم، اینو گفتم که بگم اونجا اون ضد نوری که هممون سکانسش دادیم اونجا فوق‌العاده بود. حالا یه ذره همین رو بحثش کنیم به داستان، حالا میریم تو داستان هم میریم. کیوان به نظر تو چون جاذبه رو مثال زدی، اون چیزی که من گفتم چون دقیقا فضاها یکی بود، اون توی یه سفینه کوچیک بود، این توی یه جا بود، حالا میخوام اونم توضیح بدی بریم دست سینا که داستان رو ببره جلو. داستانم ببین آره اونجا یه ببین اولیه نقطه به نظر من نقطه عطف اولیه تحول شخصیت یدو اون شب بود که اون تفنگ رو دستش گرفت و دومیش که دیگه اومد بیرون که تفنگ تو اون قبره اومد بیرون یه تیر جلی کرد، اونجا هم میشد یکی از نقطه عطف، ولی به قول تو نه نتونست خوب نشون بده. منم با این موافقم، یعنی ما اونجا حس نکردیم، من خودم یکی به اون صورت حس نکردم که تحول شخصیت اونجا اتفاق افتاده، یعنی نتونست خوب در بیاره اونجا رو. راست میگی، چه کارگردان چه در واقع فیلم بردار، منم با این موافقم. فضا کم بوده، از قصد این کارو کردن که اون ته داستان خفگی رو نشون نداد مهدی، قبر و اون حالت خفقان و اون حالت مثلا حتی شاید مثلا تیراندازی رو نشون نداد. آره از پشت فیلم برداری نگران شخصیت‌ها نشدی چون همه مطمئن بودیم که این دوتا سالم اینجا میاد بیرون. من نگران مامانی شد من نگران نشدم، من میدونستم مطمئنم میرم بیرون، من از این بابت مطمئن بودم که میرم. من مطمئن بودم میام. یه ذره اینشه من کیوان اینو مخالفت کنم که نقطه عطف یدو جایی بود که خمپاره رو دید کامران داره خونسا میکنه، از اونجا با اصلا پال با نکن، چون گفت کجا میری کلیسا چرا میری. ببین تازه کلیک کرد مغزش که آقا اینجا یه جنگی هم هست، ما فقط اون لیلا و این دختره و نجات خودمون نیست، اینجا عراق نه دو شهر. چرا من میگم اونجا سینا، میدونی چرا میگم اونجا؟ ببخشید پریدم وسط حرف. ببین اگه بعد اون دیالوگ اومدم پایین رفت پیش مامانش، به مامانش گفت در مورد رفتن که نمیتونیم حرف بزنیم، در مورد جنگ هم جنگیدن. خب من دارم میگم کلیک جنگ پیش کامران خورده بود، من منظورم خورده بود همین دقیقاً برسم همینجوری این جمله که نوشتمه، جمله که اصلا مهمترین جمله فیلمه، یکی از مهمترین جمله های فیلم، بخاطر اینکه اولش تصمیم گرفت، یعنی تصمیمش فقط رفتن بود، اصلا به هیچ چیزی فکر نمیکرد. بعد که با کامران آشنا شد و دید خمپاره رو، شروع کرد به جرقه زدن و رفتن و دیدن و یاد گرفتن و حالا کوکتل مولوتوف و ماجرای ما
مختلفی که اونجا داشت و شروع کرد. بعد اصلا اون ساعته واسش نماد بود، یعنی اون ساعته رو از وقتی بست دستش دیگه این تصمیم نه، من وقتی اون ساعته رو اصلا نشون داد از دست کامران، گفتم این ساعته رو میده به این، شک نکن. و اینو میدونستم که آقا این باعث این ماجرا میشه. حالا چون قشنگ میدیدی اون شوق و شوری که داشت و اومد بالا رو پشت بون، بعد پرید پایین دنبالش، دو چرخی که اینقدر به داداشه به زور میداد و داد بهش، میدونی خیلی سه چهار تا نخ خوب داشت میداد که این تغییره داره صورت میگیره. نمیگم که از ارزش اون صحنه که پرید توشت کم میکنه، چون واقعا اون باز یه سورپرایز بود نسبتاً، ولی این جنگیدن این بود که مثلا به مامانه گفت یه جا خیلی قشنگ بوده، تو همون سکانس شبی که اشاره میکنین، چون قبل از قبل شب بود دیگه، که مامانه میگفت، به مامانه گفت ما میم نخل لوبیا قرض میگیریم که زنده بمونیم، بعد اسلحه واسه چی مونه، که بعدش اون جمله یدو میرسیم که چرا نرفتن، نمیای بریم، نمیای بجنگیم، پس داریم چی کار میکنیم، میرسی دیگه. که این تحول شخصیت یدو اتفاقا یکی از خیلی تمیز، خیلی آروم آروم میگم از تک تک چیزایی که داشت استفاده کرده بود، که این شخصیت یدو رو اون بده، پناهگاه ساختنش، پناهگاه خراب شدن خودش نماد خیلی عظیم. چون اولین جایی که خمپاره زدن ایاتون باشه تو اوایل فیلم، بودین بریم پناهگاه که مامانه نرفت و نگه داشت بچه‌ها رو اونور، و تو سکانس دومی که اتفاق افتاد دوباره هم اتفاق افتاد که مامانه یه لحظه خواست بره بالا، نرفت، یه گوشه موند، بعد یفی گفت ای یدو کجا دوید، رفت دید آقا یدو اون زیر گیر کرد. ببین خیلی این تحول شخصیتی به نظر من قشنگ بود و چقدر چیزای خیلی، من میگم نمیخوام خیلی برم دنبال المانای نمادینش، ولی از نظر که اونو راجعش قرار شد آخر صحبت کنیم، ولی قشنگ همین این جمله‌ای که میگفتن خیلی خوب بود. مثلا مامانه میگه ما بی کسی، میگفت مگه نگفتی کسی تا خدا رو داریم بی کس نیستیم، میدونی خیلی چیزای اینجوری داشت. نمیدونم مامانه گفت اشعار بذار، آره خیلی نمادین بود، ولی نمادها رو در آورد و به نظر من میگیم به داستان چقدر کمک میکرد، این دیالوگا داشت کاملا به داستان کمک میکرد، دیالوگای شعاری نبود، میدونی؟ یا ببین حتی شهادتر هم شعاری نشون نداد، یعنی صحنه که اومد و دید اون مرده، توی یه صحنه با دو تا جمله خب ما فهمیدیم شهید شده، و حتی این هم شعاریش نکرد. اینو من خیلی دوست داشتم، چون حتی ساعته رو نبسته بود بعد از مرگ. آره بعد از بستن. ببین اصلا ما توی یه قسمت قورباغه داشتیم در مورد دوباره قورباغه میاد، داشتیم در مورد اون خیانت لیلا حرف می‌زدیم که چجوری مثلا چیکار کرده، همه میگفتن آه دو سه قسمت لازم. ببین اولا تو یک چقدر بود فکر کنم 3 ثانیه طول نکشید عشق بین اون دختره و یدو رو به ما نشون داد، این که هیچ. اون شهادت رو فکر کنم 10 ثانیه سکانسش، 10 ثانیه 20 ثانیه طول نکشید، کامل به ما نشون داد. ببین اینجا هاست که مثلا یه کارگردان خوب رو، یه کارگردانی که مثلا میتونه تو یا همون دادگاه شیکاگو هاب که حالا شاید در موردش حرف میزنیم، تو یه سری جاها قشنگ تو 30-40 ثانیه کامل موضوع بهت نشون میده، اصلا لازم نیست تو کلی سکانس بگیری، کلی قسمت اضافه کنی، کلی به قول چیز آب ببندی رو فیلم، مثلا چیز تو دو سه تا سکانس کامل میتونی نشون بدی اینا رو، و این به نظر من فوق العاده. یه چیزی که بهش اشاره نکردیم، اینم دوست دارم اشاره کنم، آقا امسال من نمیدونم این جایزه ها رو چه جوری میدن، چه جوری این فیلم طراحی صحنه رو نگرفته، خیلی خوب بود طراحی صحنه، اصلا از کوچه خیابونا بگیر تا اون لنجا بگیر، اون نمیدونم اون کلیساه بگیر، خیلی جایزه دادن ها کیوان نگاه کنی، خیلی پخش، خیلی مساوی تقسیم شده جایزه ها، یعنی به هر فیلم یه چیزی دادن که ناراحت نشه، کسی رو اذیت نکرد بخش جایزه ها. اولا این اصلا این دیپلم افتخار، این دیپلم افتخار به نظر من مسخره ترین چیزیه که هست، یعنی اصلا مسخره ترین چیزی که میدن دیپلم افتخاره. آقا این مسخره بازیه چیه؟ آقا تو 5 تا بازیگر داری، یکیشون رو باید انتخاب کنی، ببین اون یکی ناراحت میشه یا نمیشه، اون یکی کارگردان ناراحت میشه، اون یکی نه. مسخره بازی چی با بس کنیم؟ به نظر من واقعا یدو حقش بود بهترین بازیگر اول مرد رو ببره. حالا ما ندیدیم آخه همه فیلم ها رو، اینو به نظر من اینو نگین، ولی اینی که راجب اینم یه کوچولو بگم مهدی، چون ما با امید و معلم صحبت کردیم، با امید و معلم داشتیم صحبت میکردیم راجب جشن و جشنواره و تفاوتاشون، که حالا اسکار یه جشن مثلا کن یه جشنواره است که مثلا فیلم ها به عنوان بار اول میان، یه هیئت داوری داره، یه انتخاب داره، یه دیدگاهی داره. خب که من به نظر من جشنواره فجر ما بیشتر جشنه تا جشنواره، و بیشتر باید یعنی تبدیل شده به یه
جشن، که جشن خوبه به خاطر اینکه باید یه تعداد داورای بیشتری باشه، یعنی همه به چشم یه جشن ازش توقع دارن نه به چشم یک جشن واره. و این یک ضعف سیستماتیک کردن که ایوانم قشنگ گفت دیگه، چون چرا چنین چیزی بهش ندادی وقتی حقش بوده؟ به خاطر اینکه میاد به این نگاه میکنه، به اینکه مثلا هدفدار نگاه میکنه، به جای اینکه تکنیکال و داورای تعداد بیشتر و نظرات جامع تر استفاده بشه، میاد به چشم تکنیکال بهش نگاه میکنه. تا اگه آکادمی رو نگاه کنی، آکادمی هم سو و سمت داره، ولی آکادمی 3,000-4,000 نفر هم بیشتر کمترش، من تعداد دقیقو نمیدونم، که اونا میان و تصمیم گیری میکنن. ولی ونیز اینجوری نیست، ولی کن اینجوری نیست. کن یه تعداد محدودتر هم، مثلا بعضی فیلم ها که تو اون سال هدفمندی اون جشنواره کمک میکنه، جشنواره برلین خیلی معروفه واسه این، به هدفمندی اون جشنواره کمک میکنه، میان بهش جایزه میدن به خاطر اینکه به هدف اون جشنواره کمک میکنه. ما جشنواره فجرمون متاسفانه نمیخواستم خیلی بریم تو این بحث، چون بهترین فیلم و یکی از پرسرصداترین فیلماست، بهترین جا اینجاست که اینو بگیم. جشنواره ما هیچ وقت هدفمند نیست، واسه این جشن باید بشه. وقتی هدفمند نیست، وقتی نمیای بگی آقا ما مثلا میخوام راجع به مشکلات زنان فوکس کنیم امسال، بیشتر فیلمای مشکلات زنان رو میاریم، نه ما اینجوری نیستیم. ما فیلمای مهدویان باید همیشه باشه، فیلمای روستایی باید باشه، اگر کیارستمی بسازه باید باشه، اگه نمیدونم مهرجویی بسازه باید فیلمش تو جشنواره باشه. همه میدونن تو این جشنواره برسه هاتمی کیا، آره میدونن همه که به جشنواره برسن، فیلم برداری جوری تنظیم میشه که به جشنواره برسن، در حالی که بعدن 8 ماه 9 ماه بعد اکران میشه. ببین وقتی هدفمند نیست، از جشنواره تبدیل میشه به جشن. وقتی تبدیل شد به جشن، 70 داور اشتباس، به خاطر اینکه تو هر کاری کنی، هر چقدر قابل احترام باشن، همه بزرگان سینما ایرانن، آخرش به اختلاف میرسیم، به خاطر اینکه ما هدفی راجبه این نداریم. من خودم اینو بگم، به خاطر اینکه خیلی قشنگ گفت کیوان، بعضی جا واقعا معلومه که فقط به خاطر اینکه همه رو خوشحال کنن دارن جایزه میدن، به خاطر اینکه کسی نمیدونه. اینم بگیم جشنواره امسال به خاطر شرایط کرونا خیلی متفاوت برگزار شد، قبول خیلی از داورا قبول نکردن، مشکل هر سال داستانهای این شکلی هم داشتیم. ما جالبه که داستان داره جدا، چرا جشنش نمی کنیم؟ چرا نمیایم بگیم آقا این یه چیز مهمه؟ بله جشن حافظ تلاش میکنه این کارو کنه، ولی متاسفانه جشن حافظ دنیا تاسیس، با همه احترامی که برای آقای معلم قائلم، متاسفانه به یه پروژه تبلیغاتی تبدیل میشه و تقریبا انقدر اشتباه شده، و انقدر همه جایزه میبرن توش که اون چیزه رو از دست داده متاسفانه، با احترام. ولی این اگر یه واقعه مهمه تو سینمامون، بیایم آقا یه جا تصمیم بگیریم این یک جشن روز 22 بهمن برگزار میشه، راجع به همه فیلمایی که از 22 بهمن سال پیش، از 21 بهمن سال پیش اکران شدن، تا مثلا 23 بهمن سال پیش اکران شدن، تا 21 بهمن امسال، ما راجع به این فیلم‌ها حرف میزنیم. حالا فیلم‌های آکادمی هم اکثرا تو همون 3 ماه قبل از آکادمی میاد بیرون. اینم بهتون بگم که معمولا فیلمایی که اوایل سال جشنی میاد بیرون کمتر توجه میشه بهش تا فیلمایی که اواخرش میاد. این هست و ما اینو قشنگ توی جشن فجر میبینیم. چرا اصرار داریم بگیم جشنواره؟ چرا اصرار داریم اینو انقدر دور کنیم؟ خانه هنرمندان منسجم داریم، اینو منسجم داریم، میدونم از بحث دارم دور میشم، ولی دوست داشتم اینو بگم. آقا بیایم اینو، اگر کسی میبینه حرف منو که این براش مهمه، این اگر تبدیل بشه به یک جشن و یه پروسه طولانی، به فیلم‌ها بهتر میشه، همه تدوین‌ها هول‌هولی نیست، فیلم برداری‌ها هول‌هولی نیست، کارگردان‌ها یک روز قبل از اکران بعضی فیلم‌ها یه نسخه دیگر به داورا نشون میدن، یه نسخه به خبرنگارا نشون میدن، یه نسخه به مردم، کلا یه نسخه است. یعنی خیلی وقتا تو سینما ما منتظر موندیم که از فلان سینما برسه به این سینما ما بتونیم فیلمو ببینیم. سه تاست، یکی است که میدن به هیئت انتخاب، یکیش میدن آره. به داورا که همون فیلم هیئت انتخاب، آره میدن به انتخابه رو میدن به داورا. بعضی وقتا این تدوینش مجدد عوض میشه و توی سینمای خبرنگارا مطبوعاتی سی یه فیلم دیگه نشون داده میشه و 100% 99% فیلم ها چیزی که توی اکران عمومی میاد کاملا با چیزی که داورا این بدتری نشه دیگه. یعنی ما یه خودکشی هم داریم که اونجا ببینیم. آره. رفتیم توی سلسله جشنواره فجر، خواستم اینو بگم بخاطر جایزه. آره. چون حرف مهمی حالا بعدن شما دوتا رو ول کنم، شما میگی تو میگی بعد جشنواره فجر اصلا یه دفعه دیدی؟ درست من اصلاحی کردم یه ذره این، آره این یه ذره کاش
جشنواره فجر اولا که اشتباه بود امسال برگزار بشه، باید حداقل مثل اسکار به اون بزرگی مینداختنش برای بعد از پاندمی، که این کارو نکردن. در مورد صحبت گل نازگل بگم، گل ناز، من همه چرا امروز اسپیسور اشتباه میگم، در مورد صحبت نازگل بگم که این فیلم محصول مشترک سینمای فارابی و کانون پرورش فکریه. جا داره که یدو بره جایزه جاهای دیگه هم بگیره. اصلا ما سابقه نداشتیم یه بچه رو بیاریم بهش سیمرغ بلورین بدیم، چون اصلا داشتیم تو چیز اصلا نداشتیم، ولی اسکار داشتیم، اسکار جشنواره فجر این چیزو نداشتیم. نه شوخی کردم، حالا اون بحثه که مصاحبه اتفاق نمیفته. من با سینا میخوام دوباره شروع کنم، از لحاظ داستانی بریم شروع کنیم، بعد بریم سراغ کیوان دوباره بریم. بچه هر کدومتون چهارچوبای صحبت های خودتون رو بگین، برسین یادداشت کنین، به خودتون برسه به صحبت بکنین. آره، ما یه چند وقتی بود که از خانه دوست کجاست عباس کیارستمی و باشو غریبه کوچک بهرام بیضایی یه همچین فیلمی ندیده بودیم. حالا کاری ندارم با قصه های مجیدی کیومرث پوراحمد و و و کارهای دیگه، مثل باشو و خانه دوست کجاست رو ندیده بودیم، سالها بود که ازش دور بودیم. الان رسیدیم میگه فیلمی به نام یدو و داستان، از لحاظ سینا یه تحلیلی از لحاظ داستانی بکنه و بعد به ترتیب کیوان بعد نازگل. آره. آره خب، این که یه فیلم راجع به 40 روز بعد از جنگ شروع میشه ماجرای داستان، که معاصره آبادان بعد از تسخیر خرمشهر که همه حالا شهر رو ترک کردن و اینا، برداشتی آزاد از فیلم زخم شیر و مستند فیلم کوتاه، من دقیقا نمیدونم، ولی خب زخم شیر از یه فیلم مستند کوتاه برداشت شده. همونجوری گفتیم شروعش خیلی خوب بود، شروع فیلم راجع به فراره و راجع فرار از آبادان و قانع کردن مادره که از آبادان بریم بیرون مثل بقیه، حالا به خاطر عشق به دختر همسایه است، به خاطر نجات، به خاطر هر چیزی، که خیلی خوب و کاملا ملموس در اومده. اینی که یه برای یه سری شاید این انقدر این نباشه که ملموس نباشه که چرا مادر میمونه، یه بحث طبیعیه که به نظر من فیلمساز یه ذره بهش برداخته، از حنا گرفته شده، که حنا یکی از شخصیت‌های اصلی این فیلم بود، یعنی از خرس توی رونت تأثیرش تو داستان این خیلی بیشتر بود، اگه اونجا جای دیکاپریو بر خرسه می برد، اینجا جای خانم فسیانی میتونست حنای دیپلومی هم به حنا بدن، چون واقعا تأثیرگذار بود تو روند داستان، با همه احترام. بعد به تبدیل شد به یه فیلم و سگ تو روزی روزگاری هالیوود، اون خیلی بود. اونم که خیلی بس. اون چقدر شخصیت دونش بذار همین بمونه. من یه اشتباه کردم دوباره. بیتی صدات قطعه. یه لطفی بکن سینا تو صحبتات نمادها رو هم دیگه از این به بعد بگو که با نماد بگم باش. خب حالا دستم یه روند داستانی، حالا باش میمرم نمادام صحبت کنم، چون نمادهای فیلم واسه من که یه حالا تو آبادان زندگی کردم، خب حالا اون عینک ریبن که شوخیه، ولی عینک ریبنه بود، اینی که به باتری میگن قوه رو میذارم تو آب جوش، یه سری چیزای خیلی قشنگ داشت. و اون پسره که حالا اسمش بگم اسقر بود، برادر کوچکش، که حالا من اگه بودم اسمش بزنم جاسم، حالا با همه احترام، چون من با یه قشنگ خانواده اینجوری، من جایی که زندگی میکردم تو آبادان به خاطر شغل پدرم توی بیمارستان مجموعه مسکونی برای پزشکان ساخته بودن، ما توی مجموعه زندگی میکردیم و ویلایی بود خونه ها، نه آپارتمان، و همه دوستان بچگیم اونجا نزدیک ایستگاه 12 آبادان، کسی که آبادان رفتن، یعنی میدون خرمشهر 10 قدم پیاده راه بود تا جایی که ما بودیم بیمارستان طالقانی، و نگهبان اونجا که آقای زمانی بودن، دو تا پسر قشنگ مثل یدو و برادرش داشتن، که من با پسر بزرگی که حالا یدو بود تو این فیلم هم بازی بودم همیشه، و با بچه‌های اونور نمیگشتم، با آبادانیا میگشتم همیشه، و برادر کوچیک علی داخل زندگی واقعی من، قشنگ منو یاد این اسقر اینجا مینداخت که شکمو بود، اصلا حاضر جواب و خیلی جوابای قشنگی میداد، که اصلا نمیدونم شیر و بز قاطی کردی با شیر آدم بهمون دادی، واسه همین سقم سیاه شده، میدونی خیلی 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 حرفای پسره رو من دوست داشتم. و اصلا نمیدونم این داستانای نمادی، نماد آب، ببین آب تو آبادان موزله تا چندین سال پیش، که اینجا هم حتی وقتی آب بس شد، اون آب گل اومد و اینا، اصلا یه سری چیزهای خیلی عجیبی تو ذهن من آورد، که یکی از نمادهایی بود که اگر تو این فیلم نشون داده نمیشد، خیلی من ناراحت میشم که چرا راجع
حتی به صورت نمادین اشاره به این آب نشد که اینجا اشاره کرد، خیلی هم باهوشانه اشاره کرد، خیلی هم تاثیرگذار و به یاد ماندنی اشاره کرد راجع بهش. بعد میگم باز ادامه دادیم طوفان و اوایل جنگ که همه میگفتن آسمون قرنبه، بعد معلوم شد بمب. همین ببین پر از نمادایی بود که هنوز که هنوز خیلی ها تو آبادان اگه بخوام چه نمادی حرف بزنیم، وقتی بارون میاد و طوفان میشه هنوز میلرزن، هنوز یادشون میفته. چون من میگم بودم تو اون جمع و سالایی که من تو آبادان زندگی کردم تقریبا اوایل بعد از جنگ بوده و هنوز اونو احساس میکردیم همیشه، که یعنی هر بارونی میشد و لافای آبادانی و اینا رو خیلی قشنگ در آورده بودن، آبادان پایتخت جهانه، نمیدونم بچه آبادان رو ترس، وقتی یه هندونه گندیده رو بخوری دل در نگیری مرد شدی، میدونی اون شخصیت نادر پلنگ یه شخصیت کاملا خیلی خوب در اومده بود که یکی از بازیگرای معروف آبادانیه و... قشنگ. آره ببین خیلی خوبه. اگر خانم پرسیانی لهجهشون یه ذره شاید این لهجه که من تو ذهنم از یه ننه آبادانی بود شاید خیلی 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 فیلم آبادانی تر میشد، ولی خیلی آبادانی بود. ولی میگم تحول شخصیت یدو که شخصیت اصلی ماجرا بود که الان راجعش صحبت کردیم دیگه برنمیگردم تکرار کنم حرفمو، فوق‌العاده این تحول قشنگ در اومده بود و من سکانس آخر واقعا اشک ریختم وقتی پری تو آب، وقتی مثلا اون رو اسکله وایساده بود و با اون ترسی که از آب داشت و با همین ماجرا مادرش اینا رو فرستاد که برگرده و اون اصلا شاید دیپلم افتخاره واسه همون سکانس آخر دادن به صدر پسیانی که چقدر تاثیرگذار بود، بی وفا تنها گذاشتی من که میخواستم بمونم چرا چیز کردی، میدونی این ارقه خیلی قشنگه. چون من یکی از خاطراتی که تو ذهنم همیشه از وقتی از آبادان داشتم میمدم بیرون، منم با شهر همونجوری خدافظی کردم که اینا خدافظی کردن، یه مونولوگ تاریخی تو ذهنم گفتم که اگر صابر اول میگفت حتما براش جایزه میبرد، ولی خب برای من در آورد خدافظی با آبادانو حسش تو سکانس آخر فیلم. میام خیلی 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 خوب بود. راجب برامون میگی؟ نه خیلی شخصیه، ولی خیلی مارد بچگیام، ولی میگم خیلی 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 خوب بود. حتی اشاره به خیابون امیری که خیابونای معروف آبادانه که مغازه فلانی تو امیری زدن ترکو. ببین برای من که بچه آبادان بودم پر از این تیکای کوچیکی بود، بریم اون ماشین حالا کادیلاک قدیمی حالا که اسمش چیز دیگه بود، خیلی 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 صحنه‌های خوبی داشت، میگم خیلی قشنگ بود. من یه نکته هم تاش بگم، آبادان یه یدو نداره، هزار تا یدو داره. این حرفی بود که پسر بچه زد بعد تو مصاحبه‌های جشنواره فجر گفت که به نظر من یکی از درست‌ترین جمله‌هایی بود که میشد گفت که چقدر امثال یدو زیادن تو آبادان و زیاد بودن و هنوزم هستن که این جوانای اینجوری. من دوستشم اینا رو پای سرم گفتم، سری گفتم یه سریاش هم حالا قبلا اشاره کرده بودیم، حالا میسپارم به بقیه که زیاد یه نواخت من حرف نزنن. یه نکته رو بگم که تنها آبادان یدو نداشت، همه ایران اون موقع یدو داشت و من خودم خب بچه بودم میدیدم، مثلا شهید محسن وزوایی، خیلی شهدایی که تو محله ما بودن و با سنای کم رفتن تو جبهه و دیگه که هرگز برنگشتن و فقط یاد و خاطره هاشون بوده. ایران کلن اون موقع خیلی اتکا داشت روی این بچه های این سنی و متاسفانه از دستشون دادیم، ولی حالا به هر حال بریم سراغ نازگول. ساعت قطنما دارم، یکی از چیزایی که خیلی تو آبادان معروفه به جز عینک ریبن و اینا، یکی از تبلیغات ساعتایی که تو آبادان اینا قطنما داشتن. شاید اینا تو تهران و اینجا چجوری، من بچگیم تو آبادان بودم، این همیشه یادم مونده که اینجا هم بهش اشاره کردن. بچه موافقین بعد از این اگر صحبتی که نازگول کرد کیوان یه مفصل یه صحبتی بکنه، بعد یه فاصله بگیریم برگردیم نقطه ضعفم چند تا دونه داشت بگیمونم که بعد چیز بکنم. نازگل صحبتتو انجام بده که بعد بریم سراغ کیوان که این بحث رو ببند. به این مهمترین مسئلهی که این فیلم برای من داشت، اوایل دوران کرونا که همه داشتیم غر میزدیم و میگفتیم که ای وای چه شرایطی شده باید بشینیم تو خونه اینا، من یه بار به دوستام گفتم که حالا فکر کنین شرایط برعکس، من اون موقع تازه چرنوبیل رو دیده بودم، میگفتم حالا فکر کنین شرایط برعکس میشد و ما میگفتن که مجبوری نه خونه هاتون برید بیرون و نمونین توی خونه هاتون، یعنی همچین شرایطی بهمون میداد. و فیلم یدو از اولش این حس رو خیلی به من داد که وقتی مجبور باشی به جبر زمانه و اتفاقی که داره توی شهرت میفته
در خونت رو قفل کنی و از هر آنچه که توی خونت داری بگذری و بری، چقدر اتفاق سختی میتونه باشه و اینکه تو مستصری بین موندن و رفتن، اینکه آقا من کجا برم، اصلا چی کار کنم، زندگیم اینجاست، زندگی که براش تلاش کردم اینجاست و حالا باید بذارمش و برم. و یعدو برای من نماد بزرگ مرد کوچک بود. به کیوان گفتم، اتفاقا توی فیلم گفتم این نماده رو خیلی خوب در آورد که این بچه با تموم بچگیش چقدر قشنگ مردونه می جنگید برای خانوادش و با قدرت می گفتش که من مرد خونمونم و واقعا مرد خونشون بود. من هنوزم میگم بغض می کنم و من آبادان رفتم البته خیلی سال بعد از جنگ و خوب فکر کنم سینا خیلی خوب بتونه اینو بگه که شرایط زندگی تو آبادان واقعا سخته، به خاطر اینکه واقعا من که رفتم آبادان توی بیشتر شهر یه بوی عجیب گازی داره میاد که مردم خودش اونجا عادت کردن، ولی مشکل آب دارن، مشکل هوا دارن، مشکل اون بوی گازی دارن که اون پالایشگاهایی که به تصویر در آورد که میگم سکانسش خیلی قشنگ بود. مهمترین چیزی که برای من داشت، یاد این افتادم که منی که اونجا بودم چندین بار به مردمش گفتم که مخصوصا توی نقاط مرکزی شهر که میرفتیم که چجوری داریم با این بوی گاز زندگی میکنیم، و میخندیدم گفتم کدوم بوی گاز، ما که بوی احساس نمیکنیم. و فوق‌العاده مردم بی نظیری داره جنوب کشور و حالا من که آبادان تجربه کردم که خیلی عالی بودن و همه اینها خیلی خوب در اومد. یعنی قهرمانسازی از یدو که نمادی از بچه های اون دوران بود که خیلی هاشون آخرش هم نوشت که مجبور شدن بمونن برای دفاع از شهرشون و حتی کشته بشن، خیلی خوب در اومد. حالا من تا گریه نکردم، میدم دست کیوان بقیه صحبت ها رو. من کلا دوست داشتم. سپاسگزارم کیوان. بشن. مرسی بچه ها، خیلی خوب توضیح دادن. من اولش بگم که این تلاش برای موندن در وطنت و در اون جایی که هستی، من یاد فیلم به نازگولم گفتم، من یاد فیلم پیانیست رومان پولانسکی انداخت که اونم چقدر تلاش کرد که در واقع تو اون وطن خودش بمونه. این از این. اما در مورد داستان که بگیم، سینا کامل در مورد داستان حرف زد، تیم برده اینا رو که گفتیم، تحول شخصیتی رو که گفتیم که مهمترین در واقع پیام فیلم اون تحول شخصیتی یدو بود که از یک عشق و از رفتن تغییر پیدا کرد به موندن و جنگیدن و حفظ وطن که خیلی قشنگ بود. اما یه سری نمادها تو فیلم بود. یکی از نمادهایی که داشت اون بوزه بود که میشه گفت اصلی ترین نماد فیلم بود دیگه. اون بوزه من یاد شخصیت ویلسون تو کاستوی میداخت، اون توپه که بعد اینکه تام هنگس توپه رو یهو تو چیزه تو آبه از دستش داد، شروع کرد به گریه کردن و شروع کرد به I'm sorry ویلسون. هنوز من اون سکانس انقدر هر دفعه یادش میاد موهای بدنم سیخ میشه. اصلا فوق‌العاده است اون سکانس کاستوی مونتان هنگز. یه جورایی به نظر من این مثل اون بود، یعنی این بوزه یه جورایی نماد اون خونه و زندگی بود، نماد اون در واقع جایی بود که توش بودن، یه جورایی حتی میشه گفت نماد مثلا شوهرش بود، چون خیلی سخت ازش دل میکنه. یعنی اون صحنه آخر که به زور داشت تنابو از دستش میکشید، اینها کامل داره نشون میده که این داشت به زور اون خونه و آشیانه خودش رو ول میکرد و خیلی قشنگ اینو در آورده بود. یکی دیگه از نمادهای قشنگ فیلم، حالا من بیشتر در مورد نماد حرف میزنم، یکی دیگه از نمادهای قشنگ فیلم همون سکانسی که نازگل بهش اشاره کرد، اون پالایشگاهه و این چیزی که تو میگی، که میگی بوی گاز رو احساس میکنن، بوی نفت رو احساس میکنن. همیشه همه در واقع جنوبی ها میگن ما خودمون رو نفت خوابیدیم ولی کمترین امکانات رو داریم. و این حتی بعد اون همه سال الان هم ما داریم میبینیم که شهرهای جنگ زده ما مثل خرمشهر، مثل همون آبادان، هنوز هم خیلی از محله هاش رنگ و بوی جنگ توشه. یعنی انگار بعد اون همه سال با اون همه نفت، با اون همه گازی که ما داریم، دومی کشور تولید کننده گاز دنیاییم دیگه، هنوز انگار ما اون اثرات جنگ رو اونجا میبینیم. یکی دیگه از نمادهای قشنگی فیلم تفنگه بود که در واقع اون تفنگو که در آور و اون یکی دو تا جا تیر، یکی اول اون شبی که فکر کرد عراقیان و رفت و می‌خواست اون در واقع دزده رو بزنه و یه جایی که از تو قبر در اومد و تیرو شلیک کرد، کامل نماد در واقع جنگ طلبی، حالا اون حس و حال جنگ طلبی نوجوانان ما برای دفاع از وطنمون، برای دفاع از کشورمون، برای دفاع از خانواده‌مون. اینم یه نماد خیلی قشنگ بود توش. اون پناهگاهه که سینا هم بهش اشاره کرد، فوق‌العاده بود که بعدش از بین رفت.
ساعته که اصلا میشه گفت یکی از اصلی ترین نمادها، حالا بعد بوز به نظر من اون ساعته بود که دیگه اون ساعته یه جورایی باعث تحول شخصیتی چیز شد. بگو. ببین یکی از چیزایی که راجع به یدو خیلی خوب بود این بود که ما همیشه راجع به بچه‌های توی سن و سال یدو و مثلا رفتن سراغ این که بخوام بجنگن و اینا، همیشه یه نوع التماس و خواهش و آقا تو رو خدا من بیام من میخوام دفاع کنم اینا. یدو مهمترین چیزش این بود که خیلی اعتماد به نفس خوبی داشت و همه جا با اعتماد به نفس خوبش حرف میزد، جواب درست قانع کننده میداد که طرف دیگه قانع میشد. یعنی رفت دنبال دوچرخش، گویا یعنی چی نباید دوچرخمو بهش میدادم، اعتماد میکردم. این حسه خیلی حس قشنگی بود که یدو درش آورده بود. آفرین، اینم خیلی قشنگ. در کل این یه سری از حالا نمادهایی بود که تو فیلمه بود. نمیدونم دوستان چقدر با من موافقن، ولی من دوست داشتم در مورد اینا حرف بزنم، در مورد این نمادهایی که تو فیلم بود. و یه چیز دیگه اینجا میخوام در آخر، حالا قبل اینکه بگم حرفم تموم بشه، در مورد شخصیت اسقر حرف بزنم. خیلی دوستش داشتم، اصلا فوق‌العاده بود. اون تیکه هایی که میپروند، ما که برق نداریم مثلا، ما نمیدونم تو به من شیر رو نمیدونم چی دادی اینجوری شد، اصلا فوق‌العاده بود. من نمیتونم از خوردم بگذرم. و اصلا اون یه جا دیگه من اشاره کردم، این تیکه های کمدی تو فیلم های جدی، فکر کنم فیلم شنای پروانه بود اشاره کردم، خیلی به پیش برده داستان کمک میکنه و خیلی قشنگه. و بازم شیر بخوریم، همه شیرها رو ما خوردیم. چقدر شیر بخوریم، همش ایداش میگفت. خیلی خوب. تیکهش هم که ستاره پستیانی خیلی قشنگ گفت این بود که میگفت که از خونپارای صدام نمیریم، از این آزمایش های یدو میمیریم. داشت کفتون ما خیلی خیلی چیز جالب بوزه. این بخش زاییدنش و این ماجرا و اینکه چقدر این به خاطر اینکه شیر بوز داده بود بچه ها، چقدر به بوزه ارق داشت، شخصیت مادره خیلی در اومده بود به نظر من. تو قشنگ ارق اصلا، آره از اهمیت شخصیت کاملا محوری بود. ول کنم این آره مادر... آره از شخصیت محوری بود. آفرین. اصلا یعنی اون نرگس رو ول کرد، همه دوستاش رو ول کرد، همه رو ول کرد، حتی با شوهرش خدافظی کرد، ولی این بوزه به خاطر اینکه به بچه‌هاش شیر داده بود، که این نشون میده چقدر این شخصیت‌های چیزی بودن، دوست داشتن برگردونن محبت رو حتی به حیوانات. چون یه جا خیلی این میخوام دوباره بگم، چون یه جا یدو اومد قاطی کرد دیگه سر مامانه، که ما دارن خونپاره میزنن تو سرمون، خب نگران ما نیستی، دو تا سگ گفتن دنبال حنا داری قشقرق به پا میکنی. میدونی چی میگم؟ میخوام بگم چقدر شخصیت بوزه برای مامانه، مامانه چقدر قشنگ اینا کن، خیلی ریز و بعضی جاها رو بازی کرد و بعضی جاها ولی زیربنایی داشت برات. یعنی بعضی جا شاید یه دیالوگ میشید میگید خب شنیدم، ولی پس ذهنت اون لحظه که تو میگی تنها بر دست مامانه کشیدن و با تمام وجود داشتی حس میکردی. یعنی من داشتم میگفتم آقا یه بوز دیگه بذار ببرن جون مادرت فلان، ولی کن چه اشکال داره، گناه دارن فلان. یه وقتی یدو برگشت به جز جنگیدن اینا، تو نماد حفظ حنا هم بود. یعنی تو نمیتونی اینو انکار کنی که چقدر اون گرفتن حنا، با اینکه تصمیمشو گرفته بود، ولی چقدر تاثیر داشت. برای چی میگم تصمیمشو گرفته؟ بخاطر اینکه یارو گفت بمون، و اصلا به یارو هم به راننده به نادر گفته بود که آقا من با تو برمیگردم، این بوزه رو برمیگردونیم، بذار اینا خیالشون راحت باشه بریم. میدونی که خیلی خیلی سخته اینو برام. آره به نظر من هم، من نمیدونم حالا چقدر با حرف من موافقی، ولی خیلی اون بوزه نماد اون خونه و زندگی و اون حس بین اون در واقع اون حس وطن پرست، یعنی اون بیشتر خونه زندگی رو داشته، نمیخواست ولش کنه. یا نکته هست که تو شما و تو قشر کردها، کردستان و قشر جنوبیا شیر خیلی مهمه و قسم آفره. به شیر مادر دارید. من آفرین ما دارم، من معذرم همین بود، این شیر بچه‌هاشو داده اون بوزه و براش خیلی مهم بود. اگه دقت کنی هر گاوی هم که می آورد چون شیر داشتم میگفت بیارشون تو و بهشون میرسید، آب بهشون میداد. این خیلی مهم بود. و صحنه آخر من فکر کنم خیال مامانه رو راحت کرد که رفت و به بوزه رسید، خیال مامانه راحت شد که بره اینم به کارش برسه. آره دقیقا. من یه زاویه ای با فیلم دارم، فقط اونه که حالا در مورد زاویه ها برگردیم. آره بریم برگردیم، بریم راجع به حرف برگردیم صحبت کنیم. دوستان خوبم، برگشتیم و یه کوچولو من با فیلم زاویه دارم. دوستان من اینم بهتون بگم، اولا که من نمیدونم اون شخصیت اسمش کامران بود درسته؟ فامیلیش کامران بود یا چیز؟ نه اسمش کامران بود، اصفهانیه.
آره اصفهانیه. نمیدونم به چه دلیل زیاد به اون شخصیتی که تونست یدو رو متحول کنه چرا زیاد پرداخته نشد، نمیدونم چرا، حالا شاید دلیلش رو شما بدونید. من احساس میکنم که برای خودم یه استدلال آوردم به خاطر اینکه گمنام شد و گفتن جسدش پیدا نشد و اینا، شاید بهش پرداختن نشد که همطوری گمنام بمونه و یک عامل تاثیرگذار روی یدو باشه. ولی به نظر من باید روی اون شخصیتی که تونست یدو رو متحول کنه یه پرداخته خاصی باید میشد، یعنی ما باید ازش یه چیزی میدونستیم که عقبش چجوریه. با این داستان بریم تو، اگر شما هم هر کدوم زاویه دارید با فیلم بگید که ببینید چجوری. من با این حرفت مخالفم به خاطر اینکه به نظر من برای مخاطب عام داستان و برای کسی که میخواد فکر کنه بعدم به فیلم یا بار دوم ببینه فیلمو، شخصیت کامران اتفاقا کافی تعریف شده. من نمیگم آدم ریزبینی هستم، ولی خب من یه سری چیزا رو داشتم با دقت‌تر میدم چون میدونستم باید بیام نقدش کنم با کسی که مخاطب عادی فرق داشتم دیدنم یه ذره. و شاید اگر کسایی که فیلم بار دوم ببینن ببینن که به اندازه کافی اتفاقا بهش پرداخته شده، در حدی که نیایم یدو رو سری بیایم جنگ محورش کنیم، اصلا بکشونمش کنار، چون به اندازه کافی داشت به کفتراش میرسید میومد. میدونی چی میگم؟ یعنی به اندازه کافی اون شخصیت کامران اثرش روی یدو ما دیدیم. میگم نمادش هم با گفتیم با کیوان بعد از حنا بوزه ساعتی که مهمترین نمادهای داستان بود به خاطر همین رابطهش با کامران، و یه چیزی ازش تا آخر داستان تو دست یدو بود. میدونی منظورم چیه؟ یعنی داشتیم هنوز هر جا میرفتی دقت کنی سکانسا تو همه جایی که یدو رو داشتیم میدیدیم یه ساعته رو دستش نشون میداد یه جوری با یه زاویه‌ای سعی میکرد نشون بده. بخاطر همین به نظر من کامران کافی بود و بیشتر از این بود مطمئن بود. به همون حرف اولم برمیگردم که زیاده روی در یه چیز خوب و یه شخصیت کافی، زیاده روی کنی توش که بیای آقا بگی تاثیرگذاریشو بخوای زیادی نشون بدی، باعث زده شدن میشه که آقا چقدر تابلو این که معلوم بود میشه یه ذره به نظر من، یا اینکه یه ذره زیادی شخصیت فرید باز دوباره از یدو دور میشیم. میدونی چی میگم؟ الان ما با یدو موندیم. من به نظرم ضعفای زیادی داره فیلم. خب حالا بذار راجع به کامران هم بچه‌ها حرف بزنن. ضعف داره، ولی خب حالا برمیگردیم به ضعفش. بذار راجع به کامران بچه‌ها اگه حرفی دارن بزنن. اگه خودتونم زاویه دارید حتما بگین. ببین چون داستان داشت از طرف یدو روایت میشد برای من و من با یدو همراه بودم، به نظرم خب کامران چه پرداختی میخواد بشه؟ یدو میومد پیشش یه چیزایی یاد میگرفت و یه ساعت مثلا پیشش بود و میرفت. برای آدمی که داره کار اینقدر جدی میکنه که مثلا چیه این خمپاره ها رو میاره اونجا بخواد خونساشون کنه و دوباره ازشون استفاده کنه و اینا، نشست و برخواستی با اون بچه نمیخواد داشته باشه که بخواد پرداخت خیلی زیادی به شخصیتش بشه. در همین حد میتونه تاثیرگذار باشه و یه قهرمان اضافی به داستان اضافه میشد اگر میخواست شخصیت کامران رو برای ما پرداخت بیشتر از حد بکنه. و به خاطر همین اصلا من شخصیت رو دوست داشتم، چون شهادتش هم خیلی در 10 ثانیه تو دو تا صحنه چرخش دوربین من نشون داد که شهید شده و حالا جنازه ازش پیدا شد و تاثیرش روی یدو گذاشت. من باهاش اوکی بودم. بریم. من ببین، من در مورد شخصیت کامران که تو گفتی، ببین اولا شخصیت نبود، تیپ بود. خب ولی یه تیپ خیلی کامل درست کرده بود کارگردان. چرا؟ اولا اینکه به محض اینکه اومد ما دیدیم یکی آوردش و میخواست برگرده، حتی وسیله‌ای برای برگشتش نداشت. خب دوچرخه چیزو گرفت، دوچرخه یدو رو گرفت. خب دوچرخه یدو رو که ازش گرفت، پنچرش که کرده بود داده بود یکی دیگه درستش کنه. امین بودن اون شخصیت رو داشت به ما نشون میده که چقدر مثلا به وسایل دیگران، حالا به اون چیزی که بهش امانت دادن اهمیت میده، به کفتراش خیلی اهمیت میده. حتی میدونست که اون کفتره اگه بری به بچهش دست بزنی باید قهر میکنه. این شخصیت اونا رو میدونست. و یه جا دیگه جوون بودنه رو خیلی خوب گفت و اون دل و جرأت داشتنش رو، که گفت یکی از اون نمیدونم نونوایی بود کی بود، گفت چیزه اینو چرا آوردن، این که اصلا فکر نکنم چیزی حالش باشه. گفت نه با از خیلی از ماها که اینجا وایسادیم زرنگتره، با وجود اینکه جوونه و خیلی با دل و جرأت‌تره. یعنی ببین کاملا یه شخصیت، یه تیپ قهرمانی رو ساخت که یدو از اون بتونه الگو بگیره. به نظر من، این به نظر من کاملا کافی بود و با همون چند تا چیز کوچیک به ما کاملا نشون داد که میتونه قهرمان توی ذهن در واقع یدو باشه، برای اینکه اون تحول شخصیتی یدو در با این آدم شکل بگیره. آره بعد میگو بچه آبادان و ترس یه سری مثلا حرفو میزد هی راجبش، خیلی اتفاقا من شخصیتی کافی بود، خوب بود. من مشکلایی که با فیلم دارم و بذار بگم مهدی یا میخوای یه حرفی اضافه کنی؟ نه بگو بعد من میگم.
من میگم من تنها چیزی که خیلی من آزار میده همین ماجرای زیادی بعضی جا تکنیک استفاده کردن اذیت کرد من، چون یه سری جاها واقعا زیادی منو از فیلمنامه، ببین فیلمنامه یه ذره کش داده شده، خب اینو نمیتونیم کتمان کنیم که آقا ما همه این داستان و حالا داستان زخمشی رو من ندیدم، ولی میتونیم اینو خیلی خلاصه تر بیان کنیم، نمیگم که خلاصش کنیم به خاطر اینکه فیلم قشنگی بود و 100% ارزش دیدن داره، ولی بعضی وقتا این زیادی ادامه دادنش ممکنه باعث دردسر بشه واسه فیلم. خب یه سری چیزاش در اومده، مثلا قرض گرفتن بچه کوچیکه، هر چیزی که تقریبا داشت به ماشین هم قرض بگیریم بریم فلان، یعنی تقریبا دزدی و با قرض گرفتن قاطی کرده بود یه جوری و نشون میداد که چقدر این تاثیر منفی داشته روی این بچه کوچیک که یه ذره زیاد از حد داشت یه سری چیزها رو میرفت ادامه میداد، به نظر من زیاد از حد به قرض گرفتن، یعنی من اون سکانسی که رفت خونه اونا، خونه نرگس اینا و لیلا اینا، هم دفتر چردید هم برنج رو قایم کرد، خیلی به نظرم کافی و قشنگ بود تا رفتن عینک ریبن برداشتن فلان ورشن، چون یه سری جاهاش به نظر من داشت از فیلم کم میکرد از این ماجرا، میخواست اولا که نشون بده که میدونن اینا دزدیه، یه ذره داشت حلال حرومیش میکرد ماجرا رو، ولی داشت به نظرم از شخصیت پاک این بچه دور میشد اصغر و یه ذره داشت این یه ذره سری ایرادای اینجوری داشت پیدا میکرد که خیلیش میگم حالا به قول کیوان شاید می‌خواست یه ذره جوک اضافه کنه، یه ذره شرایط رو آروم کنه، یه سری جا شاید می‌خواست نشون بده که اینا می‌فهمن یه ذره دارن زیاده روی می‌کنن و مامانه روشون کنترل، ولی مامانه هم چیزی بهش نگفت وقتی مثلا ضبط رو آورد، می‌دونی چی میگم، و عینک رو آورد، در حالی که اگه مثلا مامانه می‌خواست نشون بده این ضعف دیگه، این ضعف فیلمنامه است که تو نمیتونی بیای هی بگی قرض بگیم قرض بگی، در حالی که یه جایی داره به دزدی تبدیل میشه و هیچ کسی جلو اینو نگرفت، حتی یه ذره یک کوچولو یدی اومد یه اشاره کرد ولی که بنویسی بازم اوکیه، یعنی نوشتن توجیه کرد دزدیه رو، بعد برای من این مشکل میشه کجا مشکل میشه، جایی که یارو میاد خونه نرگسینا، میدونی میاد خونه همسایه‌شون، اینجا میشه مشکل، چون تو هیچ جلو دوزیه نگرفتی، بعد چجوری حالا زورت به نفر دیگه میرسه که الان با تیر میزنمت برو دیگه اینجا پیدات نشه، چجوری زورت به اون میرسه، چجوری به خود اجازه میدی به اون که اونم تو شرایط مشابه شماست بیای بگی اون این نمیدونم نکبتی یه چیزی بهش گفت داده به سینه، من یادم نمیاد دقیقا، بیای بهش اونجوری توهین کنی و سه تا سیگار بزنی اینم برمیگردونی فلان، میدونی اگر بیزه تو دهن بچهش اونجا که چرا ضبط برداشت، چرا اینک ریبن برداشت، چیزی که نیاز نداریم برای بقا برداشتی، چون تا جایی که بود این درسته که آقا نخلو چند تا تو اسلام هم داریم که آقا اگر برای بقای یک مسلمان میتونی یه سری چیزا اینجوری به اندازه برداری و بعدن تا جایی که میتونی جبران کنی، یا حالا قبلا هم مثلا چیز کوچیک میدادن، حتی مثلا جایی که شیر داد یه ذره گردو و این ماجرا رو گرفت قانه بودن، ببین داشت در میمدا ولی خودش جلو پای خودش سنگ مینداخت و این به نظرم ایرادتر از ایرادای دیگش بود تو داستانی، فقط اگه بخوام اشاره کنم، حالا فیلم برداری دو سه تا سکانس گفتم، نمیدونم بچه‌ها چقدر اینو دیدن یا این حسی که من کردم اصلا حس درستی یا غلطیه، ولی به نظرم اگه بخوام ایراد بگیرم به داستان میگیرم و مخصوصا رو قضیه دزدی، به خاطر اینکه توی یک سوم یا شاید بگم دو سوم میانی فیلم کل فیلم رو این محور داشت پیش میرفت و هیچ کسی جلوشو نمیگرفت و یه ذره لطمه زد، حالا ایراده دیگه هم داشت، خیلی نمیخوام تکنیکی برم توی سکانس به سکانسش، ولی این ماجراش خوب بود، فینالیش نجات داد فیلمو و شروع خوبش، به نظرم سکانس آخر یعنی اون داستان لنج کلا از جایی که اومدن وسایل رو بار زدن تو وانت و شروع به حرکت کردن تقریبا، که حالا بازم اونجا اسقر جوک میگفت آقا کرایتو ریختی تو باک شیلنگ بیار خالی کنیم کرایتو، میدونید یه سری چیزای اینجوری از اونجا دوباره از اونجا نجات پیدا کرد فیلم و شروع فوق‌العاده‌اش 100% باعث شد که جذب شیم و پایان خوبش، ولی وسطاش یه جاش میلنگید یه ذره، به خاطر اینکه میگم برای این اول صحبتام گفتم داستانو کش داده، به خاطر اینکه معنا کن دستت رو میشه یه جایی، ما راجبه حالا چون این جمع خیلی راجب قورباغه حرف زدیم همه مثالمون به اون برمیگرده، ولی یه جا دستت رو میشه که ببین ناکن هر چقدر تقلب کنی یه جا دستت رو میشه، تو سریال وقت واسه یه رو شدن بیشتر از فیلمه و معمولا سختتر تو فیلم دستت رو، ولی این به خاطر پایان خوب و شروع خوب به نظرم اون وسطش دستش رو شده یه سری جاها که ضعف دیگه، بعد یه ذره اونجاها رو هم یا کوتاه‌ترش می‌کردی یا اگه داستان نداریم چرا می‌خوایم یه ساعت و نیم دو ساعت بسازیم،
اون وسطش یه جایی به نظر من سر مخصوصا قضیه دزدی و یه سری قضایی دیگه که حالا خیلی نخواهم جزئیاتش، این بیشترین چیزی که تو سوقم زد این بود. اگر اون معتاد هم نبود و اینه یه سر شاید عوض میشود حالا ماجرا، ولی این حالا یکی از ایراده که من رو اذیت کرد. خب نظرتون در مورد صحنه آخرم بگیم و دیگه بسپاریم دست مخاطبمون ببینیم که نظرشون چیه. سی صحنه آخر برای من یه ذره نمیدونم، حالا چون سینا اونجا بوده و جنوب رو دیده، همچین صحنه به نظر من یه ذره میزانسن تئاتری داشت و من اون صحنه آخری که وارد یک محوطه دمش لنچ میشدن و همه لوازم خونهشون رو اونجوری ول کرده بودن، یه ذره برای من حس تئاتری داشت و انگار چیدمان دستساز بود نه طبیعی. من آخر میام که ببینم بچه‌ها چی میگن. ببین اشارهشو داشت به اما که راجع حتی سینا بگم، منم سر قضیه معتاده همین حس رو دست داد که خب خودتون داشتین همین کارو میکردین، چرا به این الان بنده خدا توپیدی که خب نم تو همین شرایطه. بعد دیگه ذره چون با فیلم مخصوصا به اون شخصیت پسر کوچولو انقدر شیرین و جذاب بود و حتی نوشتنی که به غلط داره مینویسه و حتی وقتی برگشتن مامانه بهش گفتش که اینا رو برای چی آوردین، نوشتین که حالا آوردین، برش گفت من مال خودم رو نوشتم که ضبط های نکو برشتم ولی یدونه نوشت، حس اینو پیدا کردم که مامانه یه جاهایی هم داره باج میده بهشون به خاطر این موندنه که خب اوکی باشه حالا یه ضبط هم آوردی، این که مصرفی هم نسبت میبرم پسش میدم دیگه، اینم که نوشته از کدوم خونه برداشته. و یه جایی که فاصله گرفتن زیاد از اون منطقه که خودشون داشتن زندگی میکردن، همون خونه خونه‌ای که مثلا بهتر بود و امپالای توش پارک بود، بهش گفتش که اینا گذاشتن رفتن، تلاشی هم نکردن که برن تو چیزی قرض بگیرن و بردارن بیارن. یعنی میخوام بگم دزدی نبود، از اطرافیان خودشون و همسایه های خودشون، حالا تا یه جایی به خاطر بقای یه جایی هم احساس میکنم باجدهی مامانه بود به بچه هاش به خاطر موندن توی شهر و نرفتن این اتفاق افتاد. برای من واقعا اینطوری بود، شاید دارم توجیهش میکنم، یعنی این دزدیه رو. اول که من خیلی آره داری توجیهش میکنی واقعا، چون باجده یه جایی حس هست، به جای این حس هست، ولی دیگه وقتی جایی اون میای با یکی دیگه اینقدر فوشش میدی، اینقدر تحقیرش میکنی، فکرم اون ببین غریبه بود براشون و ننوشت جایی هم مثلا این حسه بود که تو داری میدوزی ولی ما داریم قرض میگیریم. یعنی اگه این بود میومد پاکت سیگار رو دیوار مینوشت، میگم پاکت سیگار رو بعد رو برو دیگه نمیشه. اون داره داشت باجگاهی یه ذره نمیدونم حالا ببین اول که خیلی بره من از وسط های فیلم اول جمله که گفتم گفتم امیدوارم یک کدوم بچه ها رو نکشی، چون واقعا دوست نداشتم که این اتفاق بیفته که اینها با کشته شدن یکیشون فیلم تموم بشه و چقدر خوشحالم که این اتفاق نیفتاد. حتی اگه یدو مونده باشه توی آبادان و رفته باشه شهید شده باشه، اینکه ما ندیدیم خودش یه حسن خیلی بزرگ برای من بود به شخصه. پایان فیلمم قبلش به همون مهدی گراشو داد، برگشت گفتش که یخچالو بیاریم، گفت نمیتونی ببری، گفت پس یخچالاشون رو مردم چیکار میکنن. جواب یدو رو داد که وسایل بزرگی که براشون با ارزش بوده پخش و پلا توی اون دشته مونده بوده به خاطر اینکه نتونسته بودن سوار لنجش بکنن. یعنی اونم برای من اتفاقا صحنه ای از این بود که یه زندگی شکست خورده این حس رو به من داد که زندگی هایی که شکست خورده و رها شده فقط رفتن جونشون رو برداشتن و برن. یعنی من با همه چیش اوکی بودم، یه جاهایش براش مهم نبود، یخچال خودشونو براش اومد توش آب پر کرد که بتونه اونجا آب داشته باشن. سوالی که براش دقیقاً آره. حالا نظر کیوانم بشنویم بچه‌ها، بعد من یه جمله بگم و تمام بریم به زندگی و فیلم بعدی. من خیلی کوتاه میگم در مورد کش دادنه، با سینا موافقم، یه سری جاها رو داشت کش میداد واقعا، اینو موافقم، میتونست یکم کوتاه‌تر بشه. اما در مورد اون دزدی هایی که سینا اشاره کرد، ببین یه جا میاد و در واقع چیز میکنه این دزدی ها رو یه جورایی توجیه میکنه، خب یعنی به نظر منم میشه یک توجیه. خب اونجایی که میرن و میخوان کادیلاک رو بدزدن، میگه بریم کادیلاک رو قرض بگیریم، اینجا یه جورایی میاد اون چیزها رو توجیه میکنه، میگه نه دیگه ما که مثلا کادیلاک رو دیگه نمیخوایم چیز کنیم قرض بگیریم یا لازمش نداریم، یعنی همچین چیزها رو دقیق دیالوگش یادم نیست. ولی یدو چون یدو بود از اول با این قرض گرفتن میدونست که دارن دزدی میکنن دیگه، این تنها کسی که تو اون بچه ها میدونست یدو بود دیگه، چون بالاخره سنش بالاتر بود و میدونست که اینا دارن دزدی میکنن و این قرض گرفتن نیست. اونجا هم که رفتن و میخواست در واقع اسخر میخواست گفت بریم کادیلاک هم قرض بگیریم، یدو یه جورایی توجیه کرد اونو که نه
نباید همچین کاری بکنیم. این در مورد اون، حالا نمیدونم چقدر باش موافقم، خوب در نیومده، منم قبول دارم، ولی خواست توجیهش کنه. خب این از این. در مورد اون سکانس آخری هم که تو گفتی مهدی، قشنگ فقط اومد به این اشاره کنه که بگه تو این جور مواقع خیلی چیزها که برای ما خیلی با ارزشه، مثل تلویزیون، که تلویزیون اون موقع خیلی مهم بود، یعنی کسی که تلویزیون داشت انگار هواپیما داشت اون موقع که در واقع زمان جنگ بود، تلویزیون ها اونجا افتاده بود، یخچال افتاده بود، مبل افتاده بود، یعنی تو خیلی وقتا اون در واقع چیزهای با ارزشت رو باید دل ازشون بکنی و فقط جونت رو نجات بدی بری. و اون سکانس فقط داشت اینو بمانه. در مورد اینکه مصنوعی بود، آره یه جورایی انگار همه به ردیف چیده شده بودن، ولی خب مفهومه رو رسون دیگه، یعنی مثلا هم من گرفتم، هم سینا گرفت، هم نازگول گرفت مفهومه رو. مهم اینه که مفهومه رو تونست برسونه و این برای من مهم بود. و یه دونه سوتی دیگه هم که به نظر من همون سکانس تو قبره بود که اونم خیلی خوب در نیومده بود. این دو سه تا جایی که هم ایراد داشت، ولی در کل واقعا فیلم خوب، در کل فیلم خوب بود. چند گفت سکانس آخره رو، ولی این هست که وسایل ممکن که وسایلش وسیله مردم برداشته باشن، یعنی وانتیه و اینا، به نظر غریب نمیاد با این داستان. شاید یه واسه همین فاصله های جوری بود که به نظر تو این بود، ولی خب بیشتر داشتم مادیاتو نشون میداد دیگه، که آقا اگه یه اگه یه دونه تپه نشون در وسایل خونگی، این حس بهت منتقل نمیشد که اینا وسایل با ارزشی بودن واسه شون. یه ذره این جدا گذاشتنه بیشتر میخواست ارزش وسایل نشون بده، یا در آخر جونت مهمتره و این ماجرا اینجوری میخواد نشون بده. به نظر من حالا این چیزی که الان کیوان گفت، من تایید میکنم که آقا توی یدو این بود، یدو حتی برادره رو ور ندار نوار و زبتر رو ببین نکن، یعنی همه جا به یدو داشت جلوی میگرفت، تو مامانه نبود، تو مامانه اصلا نبود، که این مامانه داشت به بچه حالت اصلا اول داستان که وارد خونه شدن گفت دست به چیزی نزن، اینجا خونه مردمه. نه همین بود. ولی خب اون اصغره انقدر شیرین با نمک بود که اینا فیک کار خودش دیگه. اصلا من از شخصی میگم، این مادره برای این تعریف کرد این کارو، من مشکل به اینجا به مشکل میخوری که آقا اگه مادر تعریف کرد، مادر انقدر با این قضیه اوکی نبود، مادر اونجا اینجوری میکرد. و این یه چیز عجیب غریبی. حالا یدو هر چیزی بعدش نیاز داشت، اصلا هر کی بعدش حالا دفاعی داشت که برداشته بود، همه اینا انجام داد. و حالا اینکه نازگول گفت، من هیچ جای فیلم احساس نکردم از چهار بکشه و این توجیه کرد دیگه، یعنی اومد توجیه کنه ولی در نیومد. این چی میگم، من قبول دارم اینو، اونجا که اومد، آره اونجا که اومد دوز رو چیز کنه، اومد توجیه کنه که نه ما دوز نیستیم، ولی خود در نیومد دیگه. در کل اینشو منم قبول دارم. نوشتن خودش یه جور توجیهه تو فیلم، خب فیلم نامه دیالوگای یدو راجبش توضیحه و توجیه و خیلی زیاد هم هست، تک تک دزدیاشون، تک تک قرض گرفتناشون این بود، میدونی حتی روش نمیشد بره خونه نرگس اینا چیزی برداره، میدونی چی میگم، خونه یه خاله نرگس چیزی برداره. ببین خیلی چیزای اینجوری توش بود، داخل بعد اینو نمیتونی نادیده بگیری که اونجا دیگه اشتباه، یه جوش اشتباه میشه. و اینم حالا نمیدونم، دوست دارم یعنی واقعا اگر فرصتی بشه که بشنوم نقدای دیگران، شاید چیز دیگه از این برداشت کردم، ولی برای من آزاردهنده بود و به نظرم یه دونه کانتراست شخصیتی و داستانیه که یه ذره اشتباه بود، یه ذره زیادی سیاسفیدش فرق داشت. یعنی هر چیزی برای شما خوب نیست، برای بقیه هم خوب نیست دیگه، یه ذره اینو بعد قبول کنیم. ولی اینکه تو یدو این بود 100% تو یدو بود، و همیشه حتی برنج هم که از خونه نرگس اینا برداشت، سه پیمونه برداشت بنز خودشون، یعنی برداشت سه پیمونه. نگاه کن، داره بهت نشون میده که آقا این شخصیت درسته، ولی مامانه اگه بهش بود میگه کلشو بیار که دیگه نری بیار، و این اشتباه مامانه است و اشتباه، یعنی میدونی یه سری جاهاش بعد درست‌تر در میومد، و اگر اونوری‌تر میدیدی مثل جاهاشو یه سری جای دیگه معنادار بود. میگم اگه اون سکانس حمله تو شب بود هضم می‌کرد، شاید اصلا ایراد من نمیگرفتم، گفتم خب اوکی یه ذره بد بود که اینا اینو برداشتن، یادو مقاومت کرد، چرا از چرا مامانه دعواشون نکرد، یه ذره حرف میزدیم. ولی دیگه وقتی چون مامانه هیچ دعواشون نکرد، چیز اضافه آوردن هیچ جا، یعنی یه ذره این کرد ولی خیلی مصنوعی و کوچیک، خیلی که بچه بد همین در همین حد مثلا میگم. حالا میام خیلی، ولی فیلم خوب، بذار اینا تاش بگیم که چون دوست ندارم با ایراد تاشو ببندم، بخاطر اینکه فیلم فوق العاده موثر، تاثیرگذار و خوبی بود، به جا بود، همه چیش ایراد داشت و 10/10 نبود به هیچ عنوان، ولی چیزی که مو عجب 8/10 بود، میتونست راحت 8-7 باشه از 10، به خاطر شخصیت یدو و به خاطر بازی خوب یدو. من فیلم برداری، موسیقی، تصویر، صدا اینا رو میذارم کنار، من تاثیرگذارترین چیز تو این فیلم اصلا نه فیلم برداری بود نه موسیقی، تحول شخصیت یدو و بازیگری خوب یدو
همزاد پنداری میکردی یه ذره تو، چون تو یه ذره همزاد پنداری میکنی، چون که خود تو اون بره تو توی اون فضا بودی، فضای بعدش بودی، ولی خب بازم حس و حالش بوده. من یه نکته بگم دوستان و جمع بحث رو جمع بکنیم. من در مورد کسانی صحبت میکنم که مرجع نقد و تحلیل فیلم و سریال در ایرانن و روی سخنم با آقای فهیمه و امیدوارم که اینجا رو بشنون و برن. آقای فهیم ته داستان با اون نقطه‌ای که من فیلمایی رو دوست دارم که ته داستان یه دفعه همه چی عوض میشه، ای وای یدو پرید و برام تداعی شد که برای با اون بعد از شهادت اون دوستش و دیدن اون نقشه به خاطر عرقش رفته، عرقی که اون خاک و نگه داره، چیزی که مادرش داشته اونجا توی زندگی میکرده. متاسفانه نمیدونم منتقدای ما چرا فکر میکنن که آقای فهیم عملا اعلام کرده که نقطه عطف داستان در انتها رسیدن یدو به بوز بوده و این برای من یه ذره ناراحت کننده بوده. توی صحبتشون گفته بودن و توی نوشته هاشون من خوندم بوزه چه نمادی بوده دیگه، حالا بوزه به هر حال نماد زندگی بوده، شیر میداد. اگر به بوزه هم میخواسته برسه نماد زندگی و شیردهی و بزرگ شدن اینا بوده. ببین اصلا بوزه بابا، اصلا بوزه به نظر من، ببین درست شیر میداده به اینا، ولی بوزه اون دل کندن مادر از اون بوزه به نظر من نماد قشنگ بوزه حنا کاراکتر بود، نماد اون خونه زندگیشون بود، نماد اون محله بود، نماد گذشته بود، نماد شوهرش بود، انگار همه چی بود اون بوزه. به خاطر این بود انقدر سخت ازش دل می‌کرد. بنابراین اگه به اونم آقای فهیم نمیدونم چه چیزی دیگه از این فیلم می‌ساخته و انقدر صحنه شهادت اون که تو چند ثانیه تو تعریف کردی که نشون دادن شهید شده و جنازش پیدا نشده، انقدر برای من شخصا که خیلی سخت متاثر میشم، تاثیرگذار بود که اصلا به فکر این نکردم، فکر اینو نکردم که بخواد مثلا قهرمان پروری بکنه و بخواد عزیزی درست بکنه که به شهادت رو به نمیدونم به یک ورطه‌ای بکشونه. متاسفانه نمیدونم چرا دیده بعدی از منتقدانمون تا یه تریبون دستشون میاد یه ذره بعد میشه نوشته است این ماجرا، خود آقای فهیم بوده. آره بله، به نظر من اتفاقا تعامل یدوع رو خیلی ملو خیلی طبیعی در آورده بود، حالا ندیدن یا نخواستن ببینن یا شاید اونها یه جور دیگه دیدن که ما ندیدیم، شاید دیدن و میخوان اصلا کلا یه ذره مخالفت کنم با این داستان. حرفاً معمولا حرفاشون بی دلیل نیست، ولی اینکه دلیلشون قانع کننده باشه یا نه بحث دیگه. درسته، اگر صحبتی نمیمونه ما بحث رو جمع کنیم. حرف خاصی نیست، سپاسگزارم از تک تکتون. آره اینکو بزن که مرسی از سینا، مرسی کیوان، مرسی نازگل که اومدید تو برنامه یدو. دوستان خوب من، برنامه رو حتما لایک بکنید، تا الان اگه لایک نکردید سابسکرایب و اشتراک گذاری برای دوستانتون که بتونن از این نقد و تحلیل‌ها استفاده کنن. شب و روزگارتون خوش، تا یه برنامه دیگه.